بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردای عزیز، به یک دیگه از درس‌های فیزیک کنکور تان خوش آمدین. در درس گذشته در مورد بزرگنمایی آینه‌های کروی و همچنان معادله آینه‌های کروی صحبت کردیم و مشخصاتش برتان گفتیم. یک سوال طور نمونه از بخش آینه‌های کروی برتان کار کردیم که در فرمای کنکور آمده بود در سال‌های گذشته. چند سوال دیگه را هم برتان انتخاب کردیم که در درس برتان کار میکنیم. عنوان درس امروزی ما شما حل مسائل کنکوری آینه‌های کروی، یعنی از بخش آینه‌های کروی در فرمای کنکور سال‌های گذشته به چه قسم سوال آمده. یکی از سوال ها را که ما برتان اینجا انتخاب کردیم، شکلش هم در تخته رسم کردم برتان، میگه وقتی که جسم به آینه محدب نزدیک میشه خصوصیات تصویر آن چگونه تغییر میکنه. جسم به آینه محدب نزدیک میشه، آینه محدب که شما در شکل میبینین یک جسم در مقابلش قرار داره، در آینه محدب تصویر همیشه در کجا تشکیل میشه شاگرد عزیز؟ بین F و V. درست تصویر بین F و V میفتید در پشت آینه و این تصویر مجازی راسته و کوچکتر از خود جسم بود، تصویری که در آینه محدب تشکیل میشد. یک نقطه که اینجا وجود داره، اگر فاصله جسم تا آینه را به حرف چی نشان بدیم؟ مثل گذشته به حرف P، و فاصله تصویر تا آینه را به حرف چی نشان بدیم؟ Q نشان بدیم. این تصویر مجازی در آینه محدب مانند تصویر مجازی در آینه مستوی نیست شاگردای عزیز. در آینه مستوی ما شما یک قاعده کلی داشتیم که پی مساوی به چی بود؟ کیو بود. این برای آینه مستوی بود، نه؟ مستوی. اما برای آینه محدب این قاعده وجود نداره. پی همیشه مساوی به کیو نیست. درست؟ برای محدب. فاصله جسم از آینه نسبت به فاصله تصویر از آینه زیادتر است، یعنی جسم نسبت به آینه دورتر است اما تصویرش تا پشت آینه نسبت به رأس آینه نزدیکتر تشکیل میشه. یک حالت. دوم، اگر شما جسم به طرف آینه نزدیک میکنین تصویرش چگونه تغییر میکنه؟ میگیم در تصویر دو تغییر میآید. در تصویر چند تغییر میآید؟ دو تغییر. اول، تغییری که در تصویر می آید بزرگ میشه، بزرگ می شود. آیا در جای خود ساکن باقی میمانه؟ نه، به آینه نزدیک میشه. پس تغییر دومش چی است؟ به آینه نزدیک می شود. این دو تغییرات در تصویر می آید. چهار جوابیشه می خونم. گفته تصویر کوچک میشه، این گزینه درست نیست. تصویر بزرگ میشه و از محراق به طرف آینه نزدیک میشه. درست است. یعنی از محراق به طرف آینه چی شده؟ نزدیک شده. تصویر بزرگ میشه و از محراق به طرف آینه نزدیک میشه. گزینه سوم، تصویر بزرگ میشه. درست است که بزرگ میشه. اما گزینه دو یک گزینه کامل است، یعنی هر دو بخش در خود داره. در چهارم گفته تصویر از محراق به طرف آینه نزدیک میشه. اینم درست است. اما هر دو شرط در خود نداره. جوابی که مکمل است گزینه دوم از گفته تصویر بزرگ میشه و از محراق به طرف آینه نزدیک میشه. سوال بعدی که از بخش آینه های کروی در فرمای کنکور آمده شاگردای عزیز، چه قسم است؟ اگر جسم در لایتنایی و دو اف یک آینه مقعر قرار داشته باشه بزرگنمایی آن عبارت از سوالیه. یک آینه مقعر در نظر میگیریم، درست؟ قسمت بیرونیش جیوکاری شده، داخلش انعکاس دهنده نور است. جسم در کجا قرار داره؟ از لایتنایی الا دو اف، یعنی در خود دو اف هم تا هنوز نرسیده. جسم از لایتنایی الا دو اف در آینه مقعر قرار داره، در این فاصله، در این فاصله، درست؟ یعنی در این انتروال. خب بزرگنمایی در این حالت چقدر است؟ شاگرد عزیز، این در ذهنتان باشه، زمانی که جسم از لایتنایی تا دو اف یک آینه مقعر قرار داره، بزرگنمایی همیشه در این انتروال از یک قدر چی است؟ کوچکتر است. بزرگنمایی در انتروال از یک کرده کوچکتر است. زمانی که جسم در خود دو اف که مرکز است، در فرمای کنکور اگر یکان وقت شما دو اف میبینین اونمو معادل چی است؟ مرکز است.
چرا؟ شا دو برابر محراق است، نه؟ این قاعده کلی ما شماست. پس جسم زمانی که خارج از مرکز لایتناهی قرار داره بزرگ نمایی کنم قیمت میگیره، کوچکتر از یک. خلاص، بسیار عالی شاگرده عزیز. سوال بعدی که در فرمای کنکور آمده، اگر جسم بین محراق و رأس آینه مقعر قرار داشته باشه تصویر چی گونه خصوصیت داره؟ این دینمی شکل ما برتان ترسیم میکنم، جسم بین محراق و رأس قرار داره، در کدام آینه؟ در آینه مقعر. اینی جسم ماست. در این حالت شاگرد عزیز تصویر چی گونه خاصیت داشت؟ تصویر مجازی، راسته و بزرگ از اصلش چی میشد؟ تشکیل میشد. این همی خصوصیات شما در گزینه ها ببینین. الف، تصویر مجازی است، درست. مستقیم و بزرگ است، هر دو جواب درست است. هیچ کدام، هر دو جواب درست است، هم مجازی است هم مستقیم و بزرگ. خب میم سر سوال بعدی که از این بخش در فرمای کنکور دیده شده. سوال بعدی، در آینه محدب شعاعات وارده بعد از انعکاس به چه شکل حرکت میکنه؟ بگوین. آفرین، دور میشه. در آینه محدب شعاعات وارده بعد از اینکه بالای آینه میتابه از یکدیگه چی میشه؟ دور میشه. از خاطر آینه محدب به نام آینه متباعد آمیاد میکرد. سوال بعدی که در فرمای کنکور آمده، وقتی جسم به آینه محدب نزدیک میشه، این سوال تکرار بود؟ بله تکرار بود، در دو فرم آمده، از خاطر ایجام دو دفعه انتخاب شده. یعنی بعض سوال ها مهم است، تکنیکی است، در فرمای متعدد دیده شده. سوال بعدی، شایی که از مرکز انحنای آینه مقعر عبور میکنه بعد از انعکاس چطور حرکت میکنه؟ از مرکز انحنای آینه مقعر یک شا را طوری در نظر بگیرین که از مرکز انحنای یک آینه مقعر شاگرد عزیز عبور کرده. از مرکز انحنای یک آینه مقعر کدام شایی که عبور میکنه دوباره بالای خود بر میگرده. چرا؟ این شا بالای آینه چی است؟ عمودش. شایی که از مرکز انحنای آینه مقعر عبور میکنه دوباره بالای خود بر میگرده. شایی که از مرکز انحنای آینه مقعر عبور میکنه دوباره بالای خود بر میگرده. این شا عمود است. سوال بعدی، اگر شای منعکسه موازی با محور اصلی آینه مقعر حرکت نماید، شای وارده از کدام نقطه عبور کرده؟ دینمیج برتان ترسیم میکنم، شای منعکسه موازی با محور اصلی عبور کرده. این شای منعکسه است. شای واردهش گفته از کجا وارد شده؟ از کجا وارد شده؟ از محراق. آفرین شاگرد عزیز، این به شکل شایی که منعکسش موازی با محور اصلی است واردش از محراق گذشته. در کدام آینه های زیل شایی منعکسه به یکدیگر نزدیک میشه؟ در کدام آینه شایی منعکسه نزدیک میشه؟ مقعر. از خاطر آینه مقعر به نام آینه متقارب هم یاد میکنه. این سوال های از شاگردا که در کنکور آمده نیاز به کارهای ریاضیکی و محاسبه و فرمول نداره. درست، شما منطقی از این سوال ها رو باید بلد باشین، اما بعض سوال ها شما محاسبه میخواید که باز در او بخش ما نمونه سوال انتخاب کردیم کار میکنیم. مثلا این سوالی است که بعد از محاسبه جوابش بدست. میه گفته یک جسم به فاصله 20 سانتی متر از یک آینه مقعر، آجل لیست کنین کمیت های را که برتان میته. نوع آینه را چی گفت؟ مقعر. اینه من ایره تک میکنم، یعنی آینه ما مقعر است. یک جسم به فاصله 20 سانتی متر، پیر چند میگیرین آجل؟ 20 سانتی متر از آینه مقعر که شای آن 30 سانتی متر است. آر چقدر است؟ آر 30 سانتی متر. قرار داره فاصله تصویر از آینه را پیدا کنین. کیو را شما خواسته؟ این سوالا در کنکور آمده شاگرده است. پس کمیت که ما مجهول است چی است؟ کیو است. فرمول عمومی آینه ها را برای ما بگوین. فرمول عمومی آینه های کروی چی بود؟ یک بر پی جمع یک بر کیو مساوی میشه دوی بر آر. در اینجا آر داده برای ما، نی؟ از خاطر یک بر اف نوشته نکردم، دوی بر آر نوشته کردم. ادامه میتیم. بعد از اینکه فرمول نوشته کردیم، فرمول درسته، مرحله دوم حل سوال قیمت گذاری کمیت ها هست. شاباس.
بیاین کمیت های خدا میمانیم یک بر پی به عوض پی چند بانم یک بر 20. با کدام علامه؟ جسم همیشه حقیقی است، علامش هم مثبت. مثبت یک بر کیو. کیو را نمیفهمیم، نه مقدارش تغییر میتیم نه علامشه. ماشاءالله مسایی میشه. دوی بر آر. آر چند است؟ 30. دمیج شاگرد آمی دوی بر هار حیثیت محراق آینه را داره، چون محراق ما مربوط آینه مقعر میشه، ایران با علامه چی ماندم؟ مثبت. در آینه مقعر محراق حقیقی است. ادامه میتیم، معلوم مجهول میکنیم، کار ریاضی. یکی بر کیو دهی طرف باشه، دو طرفی را اختصار کنین، یک دو دو، یک دو دو، پنج دو، ده یک بر پانزده میمانه، نی؟ یک بر 15 یک بر 20 دو طرف میره، علامش چی میشه؟ منفی میشه. منفی یک بر 20. یک کسر از یک دیگه تفریق کردیم، کار کسر است. یک بر کیو بین 15 و 20 مخرج مشترک چند بگیرم؟ آ 60 میشه. 60 بالای 15، 4 15 ما 60 میشه، علامه چی است؟ منفی. 60 بالای 20 3. ماشاءالله شاگرد عزیز ادامه میتیم. یک بر کیو ده ای طرف است، دو طرف از چار که سه بره یک، در مخرج چند داریم؟ 60. فقط کیو را میخواییم محاسبه کنیم، هر دو طرف مساحت معکوس میکنیم، این طرف چی میشه؟ کیو، او طرف 60. واحدات از جنس چی داده بود؟ سانتی متر. داخل به عوض یزی واحد یزی هم سانتی متر میمانیم، واحدات از این کمیت که باشه در فرمول قیمت گذاری نمی کنیم. این چند سوال به طور نمونه از فرمای کنکور انتخاب شده بود. شاگرد عزیز، شما به می شکل فصل مربوطه را می خوانید، انشاءالله در کنکور تمام سوال های مربوطه را حل میکنید. از توجهتان تشکر، خدا نگهدار.